پلاستیکی در طبیعت، مثلا ظروفی از جنس پلاستیک و فوم که به خاطر مشتقات نفتی که دارن 200 تا 300 سال زمان برای بازیافتش نیازه، تهدیدی برای آب و خاک و البته اگه پلیمر این مواد آزاد بشه برای سلامت انسان زیان داره و باعث این میشه در دراز مدت مواد شیمیایی وارد بدن هستش. اما گروه تحقیق و توسعه این واحد صنعتی ظروف فومی تولید کردن که کمتر از 10 سال جذب طبیعت میشه. پلیمر طبیعی که در واقع برای این صنعت ازش ما استفاده کردیم پلیلاکتیک اسید هست. پلیمری است که بیشتر توی صنایع پزشکی ازش استفاده میشه و کاملا زیست صخری هست، با محیط زیست کاملا سازگاره، نیازی به اون فرآیندهای 300 ساله و 200 ساله نداره. محصولی که دادی روز انحصارش در دست کشور کانادا بود. در مقابل گرما هم به مراتب مقاومتش بالاتر از 200 درجه دما رو تحمل میکنه، در حالی که فوما میتونه تا 80 درجه دما رو تحمل بکنه. جوانان متخصص این واحد بیکار ننشستند و ظرف‌های تولید کردن با خاصیت جذب کنندگی مایعات، ظرف‌هایی با کاربرد در صنعت غذایی و کشتارگاهی. کشتارگاه مجبور هستن به خاطر اینکه خونابه مرغ آلوده نکنه یه پت میذارن، براش یه عدد زیادی باید پرداخت بکنن، هزینه کارگری داره. بعد ضمن این بعد از مدتی ممکنه باکتری اونجا جمع بشه. فناوری جدیدی مرکب از چند ماده شیمیایی، ترکیبی از چند ماده پلیمری دیگه هست، به این ماده پلیمر بیسمون اضافه شد و این باعث شد که بتونه خاصیت جذب رو داخل این فوم ما ایجاد بکنه. اولین واحدی هستیم که توی ایران تونستیم به این تکنولوژی دست پیدا بکنیم. قبل از اینکه خونابه جذب بشه ما الان اینو وزن می‌کنیم 15 گرمه. الان مایع رو می‌ریزیم، کاملش هم می‌ریزیم. این ظرفی که خونابه رو جذب کرد دوباره وزن می‌کنیم 128 گرمه. شما میتونید قیاس کنید بیش از 100 گرم تونست خونابه رو در خودش جذب کنه. محصولات تولیدی این مجموعه نمونه ارتباط مستقیم صنعت با محیط زیسته. توجه به بخش تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی نقش مستقیمی در نوآوری، کیفیت بهره‌وری و تولید محصول صادراتی دارد.